هذیانگویی در لحظات مرگ. با درود گرم بر بینندگان گرامی تلویزیون برابری و درود گرم بر زندانیان سیاسی، درود گرم بر جوانان و نوجوانان مبارزی که در برابر نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی با قاطعیت ایستادند و با همبستگی و همدردی با همه خانواده جانباختگان و خانواده زندانیان سیاسی. میگویند در آستانه مرگ آدم ها هذیان میگویند. کارگزاران جمهوری اسلامی امروز در این موقعیت قرار دارند. همگان به خاطر دارند که در تابستان و پاییز سال 1360 روزانه اسامی اعدام شدگان را در رادیو و تلویزیون بازگو می کردند و در روزنامه ها می نوشتند. امروز جمهوری اسلامی از بیان اعتراف به مرگ هر فرد وحشت داره. و به هذیانگویی می افتند. مرگ مهسا امینی برای همگان به زبان آخوندی از اهل من شمس بود، یعنی مثل روز روشن، که به اعتراف یک افسر وظیفه در همون محل به سبب ضرب و جرح ناشی از برخورد مقام ارشد پلیس جان باخت. پس از نزدیک یک ماه سرانجام یک گزارش ساختگی از جانب پزشکی قانونی آوردند، در حالی که از جانب همون پزشکی قانونی در دومین روز گزارش مستندی انتشار یافت که بر اثر ضربه مغزی جان باخته. گزارش را در صحن مجلس قرائت نمودند که پزشک قانونی تایید کرده مرگ وی به دلیل طبیعی بوده. اما چرا در کلانتری؟ اما چرا بازداشت شده؟ در پاسخ به اعتراضاتی که پس از جان باختن مهسا امینی آغاز شد، شمار زیادی تا کنون جان باختند، شمار زیادی هم بازداشت شدند. جمهوری اسلامی تا این لحظه نه به قتل فردی از جان باختگان اعتراف کرده، نه به بازداشت اونها. نگاه کنیم پاسخ‌ها به این رویداد چیست. حسین کرمی که میشه گفت یک حسین علاکرم دیگری است. همه میدونن که حسین علاکرم در طی دو دهه تمام دارودسته حزب اللهی را به خدمت گرفته بود و در برابر هر حرکت با
با ضرب و جرح و چماق و جسه به میدان می آمدند. و هیچ بار هم نبود که مسئولیت را بر عهده بگیرند. این بار حسین کرمی به عنوان فرمانده عملیات سرکوب ادعا میکنه تمام تظاهر کنندگان 2000 نفرند که بیشتر اینا رو هم بازداشت کردیم. این بازداشت شدگان اعتراف کردند که پول می گرفتند، بعضی ها کمتر بعضی ها بیشتر. خیلی از اونها پول را گرفتن، یک روز تظاهرات کردن، گفتن ما سهم خودمون ادا کردیم، رفتن نشستن تو خونه شون. میگوین دروغگو کم حافظه هم هست، از خود نمیپرسند در این کشوری که صرافا تحت کنترل دولت هستند، بانک‌ها تحت کنترل دولت هستند، تمام مرزهای کشور تحت کنترل نیروهای انتظامی و نظامی است، این پول چجور وارد ایران میشه؟ مقسم این پول کیه؟ و اینها چه پولی میگیرن و چگونه خرج میکنند؟ در مصاحبه‌ای که این پاسدار انجام میده 5-6 بار حرفاشو تکرار میکنه که همه از یه جایی پول میگیرن. خب اون رادیوهایی هم که در خارج هستن اونا هم پول میگیرن، ولی به اینایی که در داخلن پول کمتر دادن. به راستی در بیش از 200 شهر کشور تظاهرات شده، در بیش از 10 دانشگاه و صدها دبیرستان و مدارس عالی و حتی دبستان. اگر تقسیم کنیم بایستی در هر مؤسسه حداکثر 1-2 نفر تظاهرات کرده باشن، چون مکانهای تظاهرات بیش از 2000 نفره. این دروغهای عریان را برای فریب کی میدم؟ آدمی به اسم حسن شیخ نژاد، فرمانده نیروهای انتظامی، ادعا میکنه نیما شفیق دوست توسط نیروهای انتظامی کشته نشده، سگ اون گاز گرفته. اگر اهانت به سگ نشه حتما یک پاسدار بوده. سگ اون را گاز گرفته، پدر و مادرش اون را بردن به خونه، در خونه مداوا کنن. بعدن نیروهای انتظامی متوجه شدن، اون را آوردن در بیمارستان مداوا کنن، در بیمارستان فوت کرد. یک دختر دانش آموز در یکی از دبستانهای اردبیل با تیراندازی مامورین جمهوری اسلامی جان می‌بازه. دختر جوانی که پدرش را حدود 1 سال پیش جمهوری اسلامی اعدام کرده. طبیعیه
دختری که باباش اعدام کردن علیه این حکومت در تظاهرات ضد حکومتی شرکت کنه نکنه. اگر شرکت نمی کرد غیر عادی بود، طبیعی که باید شرکت کنه. می گویند این بیمار بوده، این بار کاظم موسوی مثل حسین شیخ نژاد که فرمانده نیروی انتظامی ارومیه است، ایشون هم نماینده مردم اردبیل تشریف دارند، نماینده‌ای که در این شرایط دست کم میبایستی بگه بررسی میکنیم که چرا شده، بگه مریض بوده. این شیوه برخورد که به هذیانگویی یک فرد در آستانه مرگ میمونه هیچ معنایی نداره جز اینکه جمهوری اسلامی در شرایط کنونی وحشت داره که مسئولیت مرگ یک نفر را قبول کنه. بر اساس خبرهایی که تا کنون منتشر شده و خانواده و بستگان جان باختگان که گزارش دارند، بیش از 200 تن تا به حال در درگیری با نیروهای جمهوری اسلامی جان باختند و 850 تن زخمی شدند. اگر به مصاحبه حسین کرمی توجه بشه که اکثر 2000 نفر بودن، از این 2000 نفر بیش از 1050 نفرش هم تا الان از میدان خارج شدن. مردم به یک حقیقت رسیدند، اون حقیقت این است که جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست، به هیچ جناحی از جمهوری اسلامی نمیشه امید بست و تنها چاره کار سرنگونی جمهوری اسلامی است. ببینیم جمهوری اسلامی در برابر تظاهرات مردم چه میگم. وقتی خامنه ای دروغ اول را به زبان میاره، از وی به پایینم هر کدام به نوبه خود دروغی بار میکنن و در این دروغگویی سعی میکنن از همدیگه سبقت بگیرن. آیا این شیوه برخورد جز اینکه به مردم تأیید بده که جز سرنگونی این حکومت هیچ چشم‌اندازی نیست؟ هر کدام از نیروهای مردمی که اعتراض کنند از طرف حکومت سخت مورد تعرض قرار میگیرن. با این حساب چشم‌اندازی که در برابر مردم باقی مونده ادامه تظاهرات، ادامه مبارزه تا سرنگونی جمهوری اسلامی است.
نظامی که بنیادش بر دروغگوییه، این نظام جز دروغ چیزی به دیگران تحویل نمیده. همه مورهای رژیم از کوچیک تا بزرگ تربیت شدن و تربیت میشن که دروغ بگن، از اعتراف به واقعیت ها سر باز بزنند، هم خود را فریب بدهند و هم دیگران را. اما خودفریبی هم مرزی داره. میتونن خود را فریب بدن، اما مردم را نمیتونن فریب بدن. حکومتی که یک روز شمار اعدامیان را اعلام میکرد، امروز جسارت اعتراف به مرگ یک تن را هم نداره. این حکومت در آستانه زواله و این گونه دروغگویی‌ها چنین حکومتی را نجات نخواهد داد.